Sages explore their own inner consciousness, and scientists explore the laws of nature as they find them through objective technologies by looking at the world out there. What are the laws of nature? They're the principles that govern the workings of the universe. These principles are not things. They are laws, they are principles that actually determine the pattern of behavior of the so-called physical universe. When I think of scientists, I think of them as trying to figure out the mind of God. A scientist is the medium through which God tries to understand God using mathematics, in a sense. There's a fundamental reality that goes beyond the physical world of space-time and causation, that this fundamental reality is consciousness, that this fundamental reality transcends space-time and causality. That this fundamental reality is omnipresent, omnipotent, omniscient, it's all-knowing, all-powerful. There is this reality, that this is all a single reality, that everything that we perceive, that all our experiences of life, including the experience of our physical body, our cognition, our perception, our personal interactions, our social interactions, the laws of nature, our environment, are differentiated expressions of this reality, and that knowing this reality is the most important thing that we could do, because it could really help us solve the problems of our world. دوستان با درود به شما به برنامه مادر و کودک خوش آمدید. مام تاک. Welcome to Mom Talk. برنامه امروز برنامه‌ای هستش که صرفاً توجه من بر کنفرانس و سیمپوزیومی خواهد بود که در به اصطلاح 9 سپتامبر الی 11 سپتامبر اینجا در شهر بیورلی هیلز در به اصطلاح کالیفرنیا در لس آنجلس خوبمون The City of Angels برقرار شد و به اصطلاح میزبان این برنامه هر ساله کسی نیست به جز دکتر دیپاک چوپرا. دیپاک چوپرا از اون پیشروانی هستند که در چندین به صلاح کتاب آخرشون این موضوع کانشسنس و اینکه چرا میبایست ما انسان‌های امروزه به خصوص مادر و پدران امروزه توجهمون رو بذاریم بر روی شناخت بهترمون از what is consciousness. این به صلاح افتخار من بود. خیلی دوران بسیار اوقات بسیار بسیار خوشی رو سپری کردم در این سمپوزیوم و براتون گفتگوها و به اصطلاح مطالب بسیار جالبی آوردم که امروزه در این برنامه دوست دارم با شما به اصطلاح مطرح بکنم. بنابراین Sages and Scientists کنفرانس یا سمپوزیومی هستش که هر ساله در به اصطلاح اوایل سپتامبر ماه سپتامبر در شهر لس آنجلس بیورلی هیلز برگزار میشه و میتونین که از طریق رفتن به چوپرا فاوندیشن و یا دنبال کردن دیپاک چوپرا بر روی سوشال میدیا و یا Sages and Scientists بر سوشال میدیا اینستاگرام و خلاصه خود مام تاک من مطالب بسیاری برای سال آینده دریافت بکنین و اگر دوست دارین شرکت بکنین که حتما میدونم که بسیار بسیار لذت خواهین برد. اول براتون بگم که عکسای جالبی گرفتم که این عکس‌ها رو اگه بتونیم نشون بدیم با هم دیگه مرور بکنیم. این عکسی رو که اینجا می‌بینین عکس به اصطلاح هدبند میوز هستش که دیپاک این هدبند رو با ساینتیست و به اصطلاح عالمین دیگه که نوروساینتیست و کسانی هستن که در مدیتیشن و به اصطلاح تحقیقات آخرین تحقیقات اطلاعات مغز و اون چه که ما میتونیم بایو فیدبک اسمش رو بذاریم
بذاریم، یعنی شخصی که این هدبند رو استفاده میکنه ریل تایم فیدبک میگیره و از طریق تلفناتون میتونین استفاده بکنین. خیلی جالبه براتون بگم، من از موقعی که این رو خودم شخصا استفاده میکنم و بچه هام هم خیلی دوست دارن استفاده میکنن، خیلی بیشتر آگاهی پیدا کردن، به خصوص بچه هام، روی اینکه چه مواقعی مغزشون آروم هستش، مغزشون یک آرامش کامل احساس میکنه و غیره. این عکس بعدی، دریم ویور، یک دستگاهی هستش که عینک هستش. این عینک رو شما میذارین رو چشمتون و دوباره این از اون به اصطلاح جفت جورایی هستش که نیوروساینس و علم عصب شناسی و علم مغز در کنار تکنولوژی گذاشته که برای شما مغزی آرامتر و صلح آموزی بیشتر برای شما بیاره. این ست Sages and Scientists هستش که خیلی کوزی بود به قول معروف، مثل یه به اصطلاح اتاق لیوینگ روم بود و خب تعداد این کسانی که اونجا بودن، اعضای این کنفرانس، بیش از شاید 1000 نفر اونجا از عالمین، ساینتیست، کسانی که یا در فیلدهای مختلف تراپی، هلث، منتال هلث، کانسلرز، کسانی که کوچ هستن، کسانی که روانشناس هستن، روانپزشک هستن، از هر سکتور، از هر جای علوم افراد رو می‌دیدین در این کنفرانس یا سخنرانی می‌کردند و یا اونجا شرکت کرده بودند که در تبادل نظر و به قول معروف برین استورمینگ یا برین تراست اون میتینگ ها، اون مراسمی که بعد از این به اصطلاح سمپوزیوم اتفاق می‌افتاد، سوشال نتورکینگ، با هم دیگه تماس داشته باشن. جای خوبی هستش که کسانی رو که مثل شما شاید فکر میکنن و نویسندگانی که شاید مطالبی که شما دوست دارین اونجا میبینین و با اونها آشنا میشین، من جمله دان سیگال، دکتر دان سیگال، که از اون عالمینی هستن که با آخرین کتابشون مایند به اصطلاح خیلی صدا کردن بر روی شناختشون از کانشسنس و وات از کانشسنس. اینجا کتابای دیپاک رو میبینین، کتابای دیپاک چوپرا که سوپر برین، این کتابی هستش که Unleashing the Explosive Power of Your Mind to Maximize Health, Happiness and Spiritual Well-Being. خب دیپاک چوپرا از اون پزشکانی هستش که به اصطلاح ایسترن مدیسن رو خیلی به خوبی استفاده کرده که یه هولیستیک مدیسن یا هولیستیک اپروچ تو هیلینگ داره در مطالبش. و کتاب بعدیش سوپر جین که این کتاب خیلی صدا کرد، نیویورک تایمز بست سلینگ، به اصطلاح یکی از کتابای خیلی معروف و پرفروش اینجا هستش در سال گذشته، Unlocking the Power of Your DNA and به قول معروف چجوری میتونین از شناخت ژنتیکی خودتون بالاترین و بهترین مرحله رشد اعصاب، مغز یا آگاهی و کانشسنس رو پیدا بکنین. و خب برای من که همیشه در به اصطلاح جستجوی آگاهی بیشتر، به خصوص conscious parenting، peace learning parenting هستم، این مطالب بسیار بسیار آموزنده هستش. این سلایدی رو که اینجا میبینین از کار دکتر دان سیگال هستش که او به خوبی توضیح میداد که در بین یک مرحله رشد مغز دو به اصطلاح اتفاق میفته. یک بخش مغز که هنوز به خوبی اون اعصاب فرم نگرفته و بعد به صورت کیاس تجربه میشه، و بخش دیگه مغز که زیاد از حد به اصطلاح اون جفت جورها، بافتای سلولهای عصبی صورت
گرفته و اون در اون صورت ریجیدیتی یا سخت بینی یا سخت به صلاح کوشی هست در یا غیر انعطاف پذیری وجود داره. این سلاید بعدی موی هستش، اون نکته ای رو که به خوبی دکتر دن سیگل در مصاحبه ای که من با ایشون داشتم دربارش صحبت کردن. اگر جاش هست، اگر فرصت هست، این مصاحبه رو تماشا بکنیم. مصاحبه من با دکتر دن سیگل در رابطه با موی، این جفت جور یا در کنار هم قرار گرفتن می که میشه من و وی که میشه ما، و او این کلمه رو اسمش رو گذاشته موی، یعنی من و ما، و در اون فضای من و ما هستش که به اعتقاد دن سیگل کانشسنس یا هایر کانشسنس و ارتقاء آگاهی در رابطه با تماس و رابطه با خدا یا آنچه که از ما بالاتر هستش اتفاق میفته. این مصاحبه رو گوش کنیم، برمیگردیم با دکتر دن سیگل. Hi and welcome to Mom Talk. I'm here at the beautiful Beverly Wilshire Hotel where Sages and Scientists Symposium is being hosted. Deepak Chopra leading this amazing symposium, and with Dr. Dan Siegel, one of the leaders in the field of mindfulness, peace learning, and the science of compassion. Dan, so nice to... Great to be here with you. Thank you. You spoke of this beautiful concept of Mui as it relates to consciousness. Yes. Enhancing, elevating consciousness with our parents. Yes. Can you say a little more about that, what you mean? And yeah. Well, Nelly, thanks for inviting me. You know, the idea is that for about 2,500 years in modern culture, we've taught people that the mind and itself come from the brain. And so the implication of that is that we're kind of alone in these bodies and we're separate. And even though relationships with family and friends are important, we see the self as just fundamentally coming from your body. So this approach basically says, yes, you have a me. Oh, let's roll it a little bit more. So muy. Integrating or differentiating them and linking them, holding on to the differences, but then weaving them together is with the idea of muy as an identity, M-W-E in English. So what we've been doing is trying to teach parents and teachers and practitioners of all sorts, citizens, that we may have been told actually something that wasn't really completely true, that the mind and itself are coming from your brain is only part of a much bigger story. And a book I wrote called Mind kind of deeply gets into this and lets us see that, wow, our identity is happening in the between as much as the within. So having parents teach kids that, that their connection with other people and the planet is a part of their identity, is what I think parents can do to create compassionate, intentional, conscious parenting. Fantastic. I know meditation is a tool that you use consistently and recommend to parents in bringing the mui into the family circle. Yeah. Can you think of ways to incorporate meditation, mindfulness, especially in schools, especially in circles of family of different cultural heritage where perhaps they're not so used to a routine, a meditative routine? Yeah, I think, you know, every human family, every culture we have really emphasizes, I think, the importance of being present for experience. And I think when you drop beneath ideas of separation, that presence invites the opportunity to realize how deeply connected we are. So whatever the family feels comfortable with doing, whether it's pausing before eating and appreciating the food, or pausing before bedtime and really taking a moment to be grateful for life, in the morning when you're getting ready for school, even just taking 30 seconds and saying, I know you're rushing off to school, but let's just focus on our breath in and out. When the in-breath is there, feel the in-breath. The out-breath is there, feel the out-breath. What studies show is that the more you're aware like that of the present moment, really the more you become aware of how interconnected everything is. And that's filled with gratitude. Wonderful. Well, thank you so much for enlightening us and bringing peace learning into our community. A pleasure. Thank you. Dr. Dan Siegel, از به اصطلاح کسانی که با مطالب بسیار آموزندهش
پیس لرنینگ پرنتینگ رو واقعا به تمام ما مادر و پدران به اصطلاح می آموزه از نکات بسیار آموزنده ایشون که در این مصاحبه با هم شنیدیم گوش کردیم که میتونم بخشیش رو براتون ترجمه بکنم. این بود که اهمیت بسیاری داره در روابطمون به خصوص با کودکانمون، مادر و پدر و کودک، اون موضوع به اصطلاح رابطه و رابطه کودک با دنیای بیرون و دنیای بزرگتر و فرا از اون رابطه‌ای که فقط در به اصطلاح منزل یا بین کودک و مادر و پدر وجود داره، کودک با اون فضا و اون به اصطلاح هویت آشنایی داشته باشه و رابطه داشته باشه. و بنابراین وقتی که ما مدیتیشن رو استفاده می کنیم، وقتی که تمرکزمون رو، تمرکز حواس و اعصابمون رو میذاریم بر اون تنفسمون، بر شکرگزار بودن، بر روابطی که کودک با طبیعت داره، روابطی که کودک با خدا داره، روابطی که کودک با آنچه بیرون از دنیای درونی خانه داره، این به او کمک میکنه که به صلاح اون یونیتی، اون با هم بودن، اون وحدت به صلاح توأم با آگاهی و رابطه در او حفظ بشه، پرورش پیدا بکنه و اون از پایه‌های مهم پیس لرنینگ هستش، پیس لرنینگ پرنتینگ. بنابراین وقتی که ما دعا میکنیم سر میز شام یا صبحانه با فرزندانمون، وقتی که با فرزندانمون کمک میکنیم که بدونن که شکرگزار بودن و گریتفولنس یه بخشی از کانکشنشون، کانکتیویتیشون هست با دنیای بیرون از اونها، به اونها داریم پیس لرنینگ یاد میدیم و خودمون هم خیلی مهمه که این کار رو انجام بدیم. از به اصطلاح کاری که خیلی راحت میتونین شما این کانشسنس رو بالا ببرین، ارتقای آگاهی در خانواده بیشتر بشه، مایندفولنس به قول معروف بالا بره، مدیتیشن خانوادگی هستش. من میتونم شخصا به شما بگم که ما از موقعی که خانوادگی با هم مدیتیت میکنیم، اون صلح و صفای در خونه منزل بسیار بالاتر رفته و روابط خیلی توأم با صلح جویی، صلح خویی، توأم با صلح بوده. بنابراین دکتر دان سیگل از کتابای اخیر ایشون که الان رو بوک تور هستن و در کنفرانس های بسیاری این کتاب رو مطرح میکنن و دربارش صحبت میکنن، مایند هستش و اینکه اصلا مایند و یا ذهن چه هستش و فرقش با هوش و یا مغز و یا آگاهی و بسیار تفکیک میکنه شناخت بیشتر ما از ذهن و اینکه چگونه ما میتونیم شفقت و کمپشن بیشتری، امپاتی، دل بندی، دلپذیری و یا اون شفقتی که در دل بندی وجود داره، اون رو چگونه میتونیم پرورش بدیم، باهاش شناخت بیشتری داشته باشیم و کمک بکنیم که در روابطمون با کودکانمون اون رو بیشتر پرورش بدیم. این کتاب رو بسیار توصیه میکنم. حالا در جلسات بعد حتما از بخش ها و گفتگوهای این کتاب با شما صحبت خواهم کرد. درباره مدیتیشن صحبت کردم و میوز و اینکه تکنولوژی امروزه در کنار پیس لرنینگ و پرورش به اصطلاح صلح آموزی بسیار بسیار پرورش پیدا کرده، کارش جلو رفته و میوز از اون دستگاهایی هستش که میتونه در این کار بخصوص در مدارس، بخصوص با بچه ها و در خانواده شما رو کمک بکنه که آگاهی بیشتری از دنیای درونتون داشته باشین و در کنارش با فرزندانتون، با همسرتون در خانواده این کار رو انجام بدین. مصاحبه بعدی من با
به اصطلاح یکی از این معلمین و کارآموزان میوز هستش و این به اصطلاح ویدیو این اینترویو مصاحبه در چارچوب استفاده از مدیتیشن و این دستگاه هدبند میوز هستش که چجوری میشه که ما وقتی که این هدبند رو میذاریم که من امروز شاید بگم امروز صبح عادت کردم که استفاده میکنم و وقتی که استفاده میکنم بلافاصله فیدبکی که میگیرم خیلی کمک میکنه که بدونم که حال درونیم به چه صورت هستش، چون اون نوسانات مغز رو و یا اکتیویتی مغز رو برین اکتیویتی رو برای شما حفظ میکنه، به شما فیدبک میده و از اون بایو فیدبک تولزایی هستش که بسیار بسیار آموزنده و خوب هستش. اگر که فرصت باشه این اینترویو رو با به صلاح مس سنایدرمن و کسی که او این کار رو جلو میبره و اگر سوالی دارین یا میخواین تماس داشته باشین میتونین با او در تماس باشین، تماشا کنین. We're at the Sages and Scientists Symposium at the Beverly Wilshire in Beverly Hills, and I'm here with Laura. And Laura, could you please explain what you do and enlighten us about Muse, the brain sensing headband? Yes, absolutely. Hello, everyone out there. So I'm Laura, and I'm with this amazing company called Interaxon, and we make the Muse, which is actually the first ever portable, wearable, 5-sensor EEG system. And what it does is it actually measures the electrical impulses in your brain, so your brain activity, and it translates your brain activity via Bluetooth into guiding sounds of nature during a meditation. So how it works, as you just experienced, was you choose a soundtrack, like the ocean, and whenever your mind wanders into thoughts, the sounds of the ocean become a storm. And so really, it's giving you real-time audio feedback as to what's happening in your brain during the process of trying to be present with the breath. And I think especially for your community, you said a lot of families, moms, it can be really hard to be present and to stay focused. And also, you know, when distractions, when anxieties come up, when the kids are screaming and you need to find a sense of peace and calm in yourself, that can be a really hard thing to do. And currently, until the Muse, there's one or two other EEG devices kind of like this, but really, like, we've made the first meditation application that applies this incredible revolutionary technology that reads your brain activity to the purpose of learning how to meditate. And the feedback is really important because what it's doing is it's actually literally training your brain to understand what it feels like in moments of distraction, like the storm is a distraction or your thoughts are a distraction. It trains you to understand what it feels like to bring yourself back into a state of calm and focused attention. And that's such an amazing gift. I actually know tons of moms and also kids who can use the headband simultaneously because one headband can be used by multiple people and there is the gamification aspect. So not only do you get the real-time feedback, but you get analytics, as you saw at the end, that actually show you what happened in your brain throughout the meditation and when you peaked in activity and when you were able to recover and bring yourself back that state of focus. I love this piece of technology. I think when it comes to communication and technology, peace learning is always my passion. And I tell you, from personal experience, it brought so much peace into my moment and being here and being present. And I highly recommend it to all your parents who are after compassion and peace learning, who want to bring more calmness into your children's worlds. Are schools using this? Yes. So Fantastic. The Denver Public School Board actually just purchased hundreds of units, or I think 140 units, to bring into their whole school board, to give one to each school in their school board. And, you know, we're doing tons of research with over 120 major research institutions like Harvard and the Mayo Clinic. And we recently had a study that just came out that showed that 10 minutes a day
of using this for just over a month, significantly reduced physical symptoms associated with anxiety and depression, and increased cognitive functioning around decision-making tasks. So how amazing that you don't need to, especially with parents, you don't need to take time out of your day, which maybe you don't have, to go to a class, yes. And you don't need someone else to guide you. You become your guide, and you can just put it on and do 10 minutes a day, anytime, anywhere, even in, you know, if you're sitting in the car, put it on, take your 10 minutes, and that enough will change how you feel and the makeup of your brain. Fantastic. We are looking for a peaceful makeup of the brain, better decision. Peaceful makeup of the brain. That's what we're all looking for, aren't we, moms and dads? Mom Talk, Laura Snyderman on the Muse, the efficacy of it, and how it helps bring more peace learning into the families. As described, it's very user-friendly. The instant feedback, the gaming aspect, is very attractive to the children, to the kids, and I have to say, from personal experience, it's been a joy. این از اون به اصطلاح ابزار تکنولوژی هستش که واقعا میتونه کمک بکنه، همونطور که لورا توضیح داد، در به اصطلاح تحقیقاتی که از این دستگاه استفاده شده، 10 دقیقه در روز به مدت 30 روز نشون داده که سیمتوما و یا اون ناراحتی‌های فیزیکی حتی یک فرد و یا اضطراب، انگزایتی و دلهوره رو به صورت خیلی سیگنیفیکنتلی پایین آورده. بنابراین میتونم که بگم مدیتیشن، حالا به هر صورتی که شما مدیتیت میکنین، یا خودتون یا کمک از کلاس‌های یوگا و یا کلاس‌های مدیتیشن، به خصوص مایندفولنس برای بچه‌ها که امروزه مایندفولنس در مدارس بسیار بسیار صدا کرده و مدارسی که مایندفولنس رو استفاده میکنن در آوردن پیس لرنینگ برای بچه ها و ارتقای به اصطلاح شخصیت سالم و اون به اصطلاح تعادلی که در روحیه و رشد روحی روانی کودکان امروز در مدارس وجود داره، جای امید داره و خیلی از ما محققین و معلمین مایندفولنس و پیس لرنینگ رو خوشحال میکنه. من خودم که میدونم امروزه که وقتی میبینم چقدر مدارس دارن مایندفولنس و مدیتیشن و کارهای پیس لرنینگ استفاده میکنن، به من انرژی بیشتر میده و من رو امید بیشتری میده برای اینکه کارامو جلو ببرم و به اصطلاح ناامید نباشم برای نسل آیندمون. خب مام تاک، توجه سیزن و یا فصل جدید این برنامه روی کانشسنس و کانشس پرنتینگ بوده. همونطوری که در جلسات گذشته ما صحبت کردیم و مصاحبه‌های بسیاری بوده، میدونم که از درخواستایی که داشتین از روی فیسبوک یا ایمیلی، بیشتر خواستین که درباره میدیا، نقش میدیا و اینکه چگونه ما میتونیم میدیا رو استفاده بکنیم که به صورت پیسفول یا سازنده جلو ببریم بچه هامون رو با تکنولوژی. و خب این از اون نکات بسیار بسیار ظریف خوب بحث به قول معروف هات تاپیک خانواده های مدرن هستش که من یکی دو متخصص بسیار بسیار پیشکسوت در این زمینه براتون در نظر گرفتم و با اونها مصاحبه داغی خواهم داشت که در جلسات آینده برای شما در رابطه با میدیا و کانشسنس صحبت میکنم. ولی در این کنفرانس به اصطلاح سیجز اند ساینتیست به خوبی دیپک چوپرا نشون داد که تکنولوژی لزوماً بر ضد کانشسنس و یا ارتقای آگاهی و خودآگاهی نیستش، بلکه بسیار خوب میتونیم ما با آگاهی که داریم یا awareness به قول معروف اون تکنولوژی رو استفاده
استفاده بکنیم که در کنار به اصطلاح علوم و اون شناخت بیشتر دنیای فیزیکی، دنیای روحی و به اصطلاح روحانی رو هم پرورش بدیم. و خب این تعادل پیدا کردن یا برقراری تعادل در خانواده در این مورد بسیار بسیار مهمه. دختر به صلاح دیپاک مالیکا چوپرا در این رابطه بسیار بسیار پیشکسوت هستش و من از اون مادرایی هستش که بسیار بسیار بهش علاقه دارم و کاراشو خیلی دنبال میکنم. وبسایت او intent.com هستش. در مام تاک در برنامه‌های گذشته اینجا شرکت کرده و با او آشنا هستین. اگر آشنا نیستین حتما توصیه میکنم که کتاب جدید او را Living with Intent حتما بگیرین و مطالعه بکنین. من که خیلی خیلی لذت بردم، به خصوص که خیلی واقعی، واقع بینانه و بسیار بسیار به اصطلاح honest, genuine، از یک جای بسیار خوب و صمیمانه، خالصانه نوشته و صحبت میکنه که تجربیات او با پدرش دیپاک چگونه بود. خب دیپاک رو خیلی میشناسیم برای اینکه او در راه علم و اون روحانیتی که در علم هستش و یا spirituality بسیار بسیار پیشکسوت هستش و خب جالبه که ببینین در رابطهش با فرزندش و یا دخترش چگونه این مطالب رو منتقل کرده، آموزندگی یا اون آموزش و پرورشی که داشته در رابطه با صلح یا صلح آموزی به چه صورت بوده و حالا امروزه ملیکا چگونه دخترانش رو پرورش میده. و این خب از اون سلسله به صلاح مطالبی هستش که نسل به نسل، نسل به نسل جا به جا میشه و چقدر خوب که این اتفاق میفته. ملیکا چوپرا در 14 اکتبر در منزل ما یک گفتگو و یک به صلاح نهار خودمونی خواهیم داشت و از مادرانی که علاقمند هستند شرکت بکنن درخواست میکنم با من تماس بگیرین و حتما بهتون مطالب و اون اطلاعات رو، جزئیات رو میدم. خوشحال میشم که در کنار ما باشین. البته اینجا در لس آنجلس این اتفاق خواهد افتاد و بهترین شیوه تماس با من از طریق سوشال میدیا و فیسبوک خواهد بود. بنابراین از روی سایت مام تاک و یا اگر با من دوست هستین رو فیسبوک پرایوت مسیج میتونین بفرستین و من میتونم اطلاعات و جزئیاتشون رو در خدمتتون بذارم. و این برنامه به خصوص به اصطلاح هوست این برنامه Warrior Moms هستش که با به اصطلاح لیسا کاندرن و لیز فادک آشنا هستین، دو مادر پیشرو، لیدرز in the Warrior Moms community, founder of the Warrior Moms و اونها کمک میکنن در اجرای این مراسم و حتما در به اصطلاح مام تاک بعدی لیز رو خواهم آورد که بیشتر با شما صحبت بکنه برای اینکه اطلاعات بیشتری دریافت بده بکنین برای این مراسم. خب بریم به سراغ مصاحبه بعدی. این مصاحبه با خود دیپاک بود و من از او سوال کردم که در رابطه با پیس لرنینگ و پرورش بچه ها و اینکه چه باید کرد. واقعا مطالب بسیار زیاده. هر معلمی رو که باهاش صحبت میکنین در رابطه با پیس لرنینگ یه برداشت و یه دید و یه توصیه‌ای داره و میخواستم بدونم که دیپاک چوپرا نظرش چی بود و این مصاحبه رو گوش کنین، برمیگردیم دربارش صحبت میکنیم. Hi everyone, it's Dr. Nelly with Mom Talk. I'm here with Deepak at the Sages and Scientists Conference, and it's such a pleasure. I feel so enlightened, and it's such a blessing, Deepak, thank you, to be thank you, in Nelly. Your presence. Thank you. I'd like to ask a few questions for our parents, especially the conscious parents, who are committed to this process of bringing more peace into the world. And I know that's a very dear mission to your heart, and I have certainly learned so much from today's conference. What's your take on how peace learning and consciousness are integrated?
I think for the first 3 years of life, you don't have to say anything. You just have to be the most attentive parent in the world. So I suggest 4 A's: attention, good listener, appreciation, notice all the good qualities of your children because they have amazing qualities. Affection, let them know that you care about them and you will always be there. And ultimately acceptance. Don't try to change them to your idea of what you think they should be. Let them be who they are. So, and letting them be who they are, oftentimes in the race to nowhere, especially for many parents here living in Los Angeles, many moms and dads are suffering. They're suffering from lack of time, from feeling integration in their families, and from just all the chaos and I guess the rigidity that Dr. Dan Siegel was brilliantly speaking of, and the integration. So how do we integrate? How do we bring compassion, pure intent for peaceful communication, as well as culture into this mix? Well, if you're suffering, you'll definitely transfer your suffering to your children. It's a very simple mechanism. It's called mirror neurons. Your children's neurons mirror your neurons. So I don't want to make you feel guilty, but if you don't take care of yourself through good night's sleep, if you wake up with a hangover, if you don't exercise or do some kind of mindfulness meditative practice, if you don't cultivate healthy emotions like love, compassion, joy, empathy, peace, equanimity, and if you don't eat well, you're going to mess up everybody, including the world, which is right now basically messed up. Thank you so much. It is messed up. Yes, Deepak, words of wisdom. Thank you so much for guiding us in this peace learning parenting process. As گفته‌های ایشون یاد گرفتیم که توصیه کردن در اون چند سال اول زندگی به خصوص تا 3 سالگی سعی بکنین که اسمش رو گذاشت the 4 A's, paying attention, توجه حواس کاملتون رو بدین به کودک و اون چیزی رو که من attunement بهش میگم, روانشناسان معمولا بهش attunement میگن, یعنی اون شناخت و اون آگاهی و اون تنگاتنگی که بین مادر و پدر و کودک وجود داره, توجه حواس و توجه کامل مادر و پدر بر روی کودک. ای بعدیش بود appreciation, و شاید این از اون نکاتی هستش که شاید به خصوص در فرهنگ ما زیاد توجه بهش داده نمیشه یا انجام داده نمیشه, به خاطر اینکه بزرگ سالاری بسیار به اصطلاح بوده و فرهنگ بزرگ سالاری در گذشته تمرین می شده. بنابراین وقتی که appreciation رو میگه, یعنی کودک رو برای آن چیزی که هست بهش توجه و به اصطلاح متشکر شکرگزار بود و به اصطلاح پذیرش داشت, پذیرفت کودک رو, قدردانی کرد. بنابراین اون مراحل اولیه رشد به نظر دیپک چوپرا برای اینکه صلح بیاره و پرورش صلح و صلح آموزی رو در دل کودک بیاره و جا بندازه, نیاز به یک مادر و پدری داره که کودک رو یک آن گونه که هست بپذیرد, دو توجه و شناخت و شکرگزاری و به اصطلاح قدردانی واقعی, یعنی اون قدردانی که از دل, از درون دل میاد و یک سطح
شناخت داشت و اون چیه که بهش اکویتی میگیم، یعنی که بزرگ سالاری، بزرگ یا پدر و مادر این بالا بودن و کودک همیشه این پایین بود و از اون بالا رابطه برقرار میشد. اون نکته ای رو که در پیس لرنینگ بهش ما توجه میکنیم و توصیه میکنیم برای مادر و پدران امروزه مدرن و اون چیزی رو که تحقیقات نشون میده به خوبی خوب کار میکنه، اینکه مادر و پدر درسته که در به اصطلاح تصمیم گیری و انتخاب و کمک و به اصطلاح guiding your child پیش کسوتن، بیشتر میدونن و به اصطلاح عالمتر هستن، ولی اون حسی رو، اون رابطه ای رو که با کودکانشون برقرار میکنن، رابطه ای هستش که بیشتر توش برابری وجود داره و کودک احساس میکنه که صدای او، نیاز او، او دیده میشه، وجود داره، هویت داره، حرفی که میزنه بهش گوش داده میشه، میبیننش، دیده میشه، پذیرش بالا هستش در این رابطه و اون خواسته‌ای که داره بهش اهمیت داده میشه. بنابراین در این رابطه برابری، دلبندی، دلبستگی، امپاتی، اون چیزی رو که بهش میتونیم در نهایت شفقت گفت، اون کمپشن، در این رابطه ارتقا و رشد پیدا میکنه. بنابراین به قول دیپاک که من هم بسیار با او موافق هستم و دکتر شفالی که در مصاحبه هفته آینده با او میشنویم و میبینیم که او برای ما چه نکته های ظریفی رو باز میکنه در رابطه با conscious parenting، این مطالب بسیار بسیار تکراریه و باید بهش توجه کرد. به نظر من اگر مادر و پدرانی هستین که conscious parenting رو دوست دارین و میخواین انجام بدین، باید بریم سراغ این پیشکسوتان و معلمینی که consciousness و یا conscious parenting رو تجربه دارن، تحقیق کردن و میدانند که چگونه تعلیم و آموزش بدن. بنابراین دیپاک، thank you for your words of wisdom. It's very educational and we love you and we know that as parents, as Mom Talk community, we will listen to you and practice and be aware and conscious of being attentive, show our appreciation, show our affection and have acceptance and connecting and bonding to our children. و بعد نکته بعدی این بود که یا توصیه بعدی این بود که اون سلسله اعصاب یا mirror neurons، سلولای عصبی ما که مثل آینه کار میکنه، بچه‌ها اون چیزی رو که در ما میبینن یا اون چیزی رو که در مغز ما میگذره بهشون منتقل میشه، مثل آینه، آینه گونانه اون رو درونی میکنن. بنابراین به قول دیپاک وقتی که مادری شب میره پارتی میکنه، مست میکنه و صبح بیدار میشه و بعد از مستی حالش بده و حالش خرابه و حوصله نداره، اون حالا اون اجیتیشن و اون ناراحتی رو داره منتقل میکنه به کودکش. یا پدری که شب میره گردش میکنه، قمارباز میکنه هستش یا این درگز میزنه یا کارایی میکنه که تخریبی هستش و او رو به اصطلاح آسیب و صدمه میده، همون آسیب و صدمه رو داره منتقل میکنه به فرزندانش، به کودکانش، بدون اینکه آگاهی داشته باشه یا بدون اینکه این کار رو با نیت انجام بده. بنابراین خیلی مهمه که توجه بکنین به این موضوع و بدونین که peace learning در رابطه مادر و پدر با کودک به حال درونی مادر و پدر بیش از هر چیزی مربوط هستش. بنابراین از همدیگه مراقبت بکنین. اگر که در روابطی هستین که اون روابط سمی هستش و یا شما رو اذیت میکنه، اون روابط رو قطع بکنین و توجهتون رو بذارین روی پرورش و سازندگی و شناخت بهتر از خودتون، شناخت درونی و health و به اصطلاح well-beingی که دارین در خانواده، در چارچوب خانواده با فرزندانتون. میدونم که در این نکته بسیار
صحبت در چارچوب فرهنگ میشه و خوشحالم که از روی فیسبوک و یا سوشال میدیا این سوالات خوبتون رو جواب بدم. اگر که سوالی دارین در چارچوب فرهنگ و اینکه چگونه میتوان توجه رو بر چارچوب خانواده هستگی در کنار خانواده ایرانی یا ایرانی بودنمون حفظ بکنیم، این سوالا رو بسیار باز کردیم در مامتاکای گذشته و خوشحال میشم که با هم تبادل فکر و نظر داشته باشیم و این صحبت‌ها رو ادامه بدیم. خب در رابطه با به اصطلاح این سمپوزیوم و کنفرانس جالب Sages and Scientists The Soul of Leadership، کتاب دیگه ای هستش که بسیار توصیه می کنم. این کتاب دیگه از دیپاک هستش، دیپاک چوپرا، و او در چارچوب به اصطلاح لیدرشپ و رهبری و اینکه اون کسانی که دوست دارن راه بر و یا راهنما باشن در این خط raising consciousness، cosmic consciousness، universal consciousness، و چگونه می توانیم این ارتقاء رو برای کامیونیتی، برای اون خانواده های دورمون انجام بدیم. این از اون کتابایی هستش که بسیار بسیار کمک می کنه به اون افرادی که شاید influential هستن، نفوذ دارن در کامیونیتیشون، به خصوص شما مادران، برای اینکه میدونم مادران بسیاری هستن، از مادرای مامتاک میدونم خیلی نفوذ دارین بر روی اون جامعتون، بر روی خانواده هایی که باهاشون معاشرت دارین، و وقتی که یه همچین کتابی رو مطالعه میکنین، it inspires you, it helps you, it guides you to form better leadership and raising consciousness and spirituality and bringing spirituality into your mommy life experiences، که خیلی خیلی مهمه. من میدونم از به اصطلاح تجربیاتی که بسیار بسیار لذت بردم در این دوران مادری و مادری کردن، تجربیات روحانی بوده که خیلی خیلی بیشتر از اون تجربیات فیزیکی و یا شاید بیشتر این دنیایی و ماتریالیستیک بوده. بنابراین خیلی توصیه میکنم بهتون. و اگر بیشتر میخواین اون ساینس و یا متافیزیک اون مغز و کانشسنس رو بیشتر باز بکنین و یا شناخت اون به اصطلاح کوانتوم فیزیکس، متافیزیکس، چارچوب فیزیک و اون به اصطلاح کسانی که در رابطه با علم و خدا به اصطلاح تحقیقاتشون رو بر روی اسپریچوالیتی یا اون بُعد روحانی پیش بردن، کتاب دیگه دیپاک به اسم سوپر برین که این کتاب رو با به اصطلاح دکتر تنزی با هم نوشتن، و این کتاب از اون کتابایی هستش که science meets spirituality، یعنی علم در کنار اون جنبه روحانیش و اینکه چگونه میتوان دید بهتری یا تعادل بیشتری بین sages and scientists، اون افرادی که از طریق شاید روحانیت خدا رو میشناسند و یا رابطه با خدا دارن، در کنار اون به اصطلاح کسانی که علوم یا علم رو جلو میبرن، پیشروان علم و ساینسز، ساینتیست. این از اون کتابای خوب هستش که بسیار توصیه میکنم. خب در به اصطلاح این برنامه بیشتر توجهمون روی این سمپوزیوم بود و اینترویو، مصاحبه‌ای که من داشتم با دکتر دان سیگل، Parenting from the Inside Out، از کتابای خوبشون هست که خیلی ساله میدونم شما مادر و پدران باهاش استفاده کردین که بچه‌ها رو چگونه بزرگ بکنین، Peace Learning Parenting from Dan's Perspective. در مبحث جدید مام تاک و یا فصل جدید مام تاک، Conscious Parenting، Consciousness، Peace Learning Parenting و Mindfulness Parenting رو بهش توجه میکنیم. در هفته آینده مصاحبه بسیار جالبی با دکتر شفالی خواهم داشت، حتما دنبال بکنین. و تا هفته آینده، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.